بازی باخت باخت ایران با گروه طالبان خبرگزاری بلومبرگ گزارش کرده است که طالبان صدها انتحاری را در مرز ایران جا بجا کرده است سلام بر شما وقت و امروز هفتم آگست سال 2023 میلادی و برابر با 16 همه سال 1402 هجری شمسی است. ظاهرا روابط گرم و دوستانه طالبان و جمهوری اسلامی ایران پایانشان قدر دور نیست. هرچند که همه میدانان این روابط به دلیل باورهای طالبان نمیتوانست دوام پیدا کند ولی جمهور اسلامی ایران باور داشت که به دلیل حمایت های گسترده سالهای اخیر از طالبان میتواند از آنان بهره ببرد اکنون خبرگزاری بلومبرگ که آن در شهر نیویورک آمریکاست، است به نقل از منابع خود گزارش کرده است که با وجود فروکش کردن تنش آبی میان جمهوری اسلامی ایران و گروه طالبان این گروه در پی تهدید ابراهیم رئیسی هزاران نیرو و صدها بمگذار انتحاری را به نزدیکی مرز ایران فرستاده است این خبرگزاری نوشته است که با وجود تماسهای دیپلماتیک طالبان برای جنگ با جمهوری اسلامی ایران آماده است چون این گزارش های در حال نشر می شود که جمهوری اسلامی ایران به خاطر رابط گرم با گروه طالبان بسیاری از مخالفان طالبان را از خودش رنجور کرده است در اوایل ماه می سال روان ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به طالبان هشدار داده بود که به توافق 50 سال پیش درباره استفاده مشترک از آب رود هلمن پایبند باشند و حق مردم سیستان و بلوچستان را بدهد در غیر این صورت گله نکنند که به ما گفته نشد این لحن با واکنش تند طالبان مواجه شد در گزارش بلومبرگ از جمله به پاسخ تمسخرآمیز جنرال مبین یک عضو طالبان و رئیس جمهور ایران اشاره شده که یک بشکه زرد رنگ را به آقای ابراهیم رئیسی پیشکش کرده و گفته بود که این آب را به شما میدهیم ما را نترسانید بشکه زرد رنگ نماد حملات انتحاری گروه طالبان است بولنبرگ نوشته است که دعوا بر سر آب به درگیری مرزی نیز انجامید این درگیری که یک هفته پس از تهدید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در مرز ولایت نمروز و استان سیستان و بلوچستان روی همان منطقه‌ای که از بحران آب در رود هلمن متاثر است دو مرزبان ایرانی و یک عضو گروه طالبان کشته شد در طول هفته های بعد تلاشهای های دیپلماتیک برای حل تنش و حل مشکل آب به میان آمد و هر دو طرف اعلام کردند که با حسن نیت میخواهند این مشکل را حل کنند اما به نوشته بلومبرگ با وجود تماسهای های دیپلماتیک طالبان برای جنگ آمدند. این خبرگزاری به نقل از منابع خود نوشته است که هزاران نیروی مسلح گروه طالبان به همراه صدها بمبگذار انتحاری به اضافه صدها وسیله نقلیه نظامی و تجهیزات جنگی ساخت آمریکا که برای طالبان رها شده و نزدیکی مرز ایران منتقل شده است. بلومبرگ به دلایل امنیتی از منابع خود نام نبرده اما نوشته است که این اطلاعات دقیق است و طالبان برای جنگ آمادن. این در حالی است که شماره سیاستگران ایرانی بارها به دولت آن کشور و حکومت فعلی هشدار داده بود که نباید اینقدر بیواکانه با طالبان تعامل کند و مردم افغانستان و مخالفان طالبان را از خود رنجاند.